سلام محصلین عزیز ویدیو امروزی مضمون ویرولوژی تیبی ما در مورد هرپس ویرس هاست ولی پیش از اینکه هرپس ویرس ها رو شروع بکنیم چون اولین لکچر یا اولین ویدیو در مورد سیستماتیک ویرولوژی یا ویرولوژی سیستماتیک است بران بهتر است که یک کم ور در مورد ویروس هایی که در نزد انسان ها مرضی هست در موردشان در مورد تصنیفشان یک کم گپ بزنیم در کل ویروس هایی که در نزد انسان ها پتوجن هستند یا مرض تولید کرده میتونن به اساس جینومشان اینا تقسیم میشن و یکی ویروس های که اینا جینومشان دی نیست و دومشان ویروس های پتوجن انسانی است که جینومشان آرانه تشکیل میده. حتی در بعضی از کتاب ها یک روش تصنیف مختلطه استفاده میکنن یعنی به صورت همزمان هم, هم جینوم و هم انولوپ رو در نظر میگیره یعنی ویروس ها رو به ویروس های پاتوژن انسانی دی ان ای انولوپ دار و دی ای بدون انولوپ تقسیم میکنن با این شکل ویروس های پاتوژن آر ان ای را به ویروس های آر ان ای انولوپ دار و بدون انولوپ تقسیم میکنه ولی چیزی که شما در چارت میبینین در اینجا شما اگر به طرف چپ چارت ببینین پاتوژنیک دی ان ویروسس و طرف راست پاتوژنیک آر ان ویروس یعنی ویروس ها به اساس ژنومشون به دو گروه تقسیم میشن ویروس های دی ان و ویروس های آر ان بعد ویروس های دی ان ای به نوبه خود به دو گروه دیگه تقسیم میشه چون ما شما ایرا در بخش عمومیات هم خواندیم که ویروس ها ژنومشون میتونه یا دی ان باشه یا آر ان ای باشه هر دو به صورت همزمان نمیباشن و حتی اگر دی ان ای هم باشه میتونه به شکل سینگل استرند باشه یا دبل استرند باشه بنان شما ویروس هایی که پاتوجن هستند و جینومشان دینه تشکیل میده این اگر ببینین به دو گروه تقسیم میشه دبل استرند دینه و سنگل استرند دینه در دبل استرند دینه یک تعداد از فامیل ها قرار داره فامیل های ویروسی مثلا هیپاتو ویریده هست پاپیلوما ویریده هست پولیما ویریده هست هیدینو ویریده هست و بالاخره شما ببینین هرپس ویریده هست هرپس ویریدی در آخر آمده البته به خاطر از که در چارت تنظیم شود ولی شما ایجا هم اگر ببینید تعداد زیاد ویروس ها در ایجا شامل است که انشاءالله ما شما اولین مبحث ما را هم همی هرپس ویریدی شامل میشه ولی طرف دیگه اگر شما ببینید سنگل سرند دین ویروس است که در ویریدی شامل میشه که پرو ویروس در خود احتوام میکنه طرف دیگه آرنه ویروس ها سیا ویروس هایی که جینومش شارا نیست و در نزد انسان ها پتوجن است باز هم شما می‌بینید دبل استرندد آرنه است مثل ریو است و سنگل استرندد آرنه است مثل فلو فیلا ویریدیس فیلو آ... است کرونا ویریدیس تا ریترو ویریدیس تا هورتو مگزو ویریدیس و پارا مگزو که شما باز هم شما دیجه می‌بینید که مو کرونا ویروس هم فامیلش که کرونا ویریده میشه هم در جامدن آمده ولی غیر از اوی چایوی و انفلونزا و عامل سرخکان و روبله هم از این ویروس های که نه سنگل استرانده نیست ولی در فامیل های مختلف اینا شامل هستن خب اولین بخشی که ما شما شروع میکنیم در مورد دینه ای ویروس هاست یا ویروس هایی که جینومشان دینه است و انفلوب هم دارند یعنی هم یک پوشه که از حجر میزبان میگرفت که قبلا در موردش بحث شده در مورد از این آگه میزنیم و ایجا ما شما هرپس ویریده رو شروع میکنیم یا فامیل ویروس های هرپس هم. خب هرپس ویروس ها البته تعدادشان فوق العاده زیاد هستند و حتی از نظر تیف میزبان اگر بگویم اینا میزبان های مختلف میتونن مساب بسازن که حدود بیشتر از 100 نوع هرپس ویروس ها شناسایی شده ولی تنها هشت نو از اینا که در نزد انسان ها مرض تولید بکنن یا شناسایی شدن که در نزد انسان ها مرضی هستن هرپس ویرس هایی که پتوجن انسانی هستن یعنی همی هشت نوی رو که ما شما گفتیم که در نزد انسان ها مرض تولید کرده میتونن دیده شده که اینا از جمله ویروس هستند که بیشترین امراز ویروسی را در نزد انسان ها تولید میکنن یعنی از نظر ردیف اگر بگویم به تعقیب انفلونزا اینا بیشترین امراض انسانی توسط ویروس که تولید میشه و توسط هرپس ویروس‌ها ها تولید میشه یا ساده‌تر تر بگویم در ردیف اول بیشترین مرض ویروسی توسط اینفلونزا ویروس ها تولید میشه و به تعقیب از اونا هرپس ویروس که بیشترین امراض تولید میکنه خب اگر ما شما از نظر خصوصیات در مورد خصوصیات ویروس های که شامل هرپس ویریدیس گپ بزنیم اولی که خود اصطلاح هرپس وریده اگر ما شما هرپس بگیم یه از کلمه یونانی به نام هرپیان گرفته شده یعنی خزیدن یا خزنده چون رشها و مو اندفاعات جلدی که اینا تولید میکنن اینا خزنده هستن یعنی به اصطلاح پیشرفت کننده هستن فرض مثال یک قسمت لب گرفت ممکنی انتشار بکنه و قسمت دورتر از او. به او خاطر اینا به نام هرپس ویروس ها یاد میکنه چون تمام ویروس هایی که شامل از این فامیل هستن همی خاصیت دارن خب از نظر ساختمان اگر بگوییم تمام هرپس ویروس ها انولوب دارن یعنی همون یک لایه بیرونی یا یک پوش دارن کور از هسته حجر میزبان میگره متوجه باشین که ما شما در قسمت ویروس های انولوب گفته بودیم که ویروس های انولوپ ممکن انولوپ و خودانه از قسمت های مختلف بگیرند. اکثر موارد از غش های سایتو... گفته بودیم ولی شما در هرپس ویروس ها متوجه میشن که از قسمت غشای های هستوی میگیرن به هر ترتیب اینا ویروس های پوش دارستن یا دار هستند. دیگر دا یک... یک کپسید ایکوزهیدرال داره یا کپسید از اینا همون محفظه پروتینی که جینوم احتوا میکنه اینا بیست هستن و از 162 کپسومر ساخته شده دینه از اینا به شکل لینیر یا به شکل خطی میباشه و این دی از اینا در داخل هسته به اصلا تکثیر میشه اگر چه ما شما در به شکل فرمول عمومی گفته بودیم که اکثرا ویروس های دینه در هسته و ویروس های آرنه در سایتوپلازم اینا تکثیر میشه ولی خب ای ده ای فارمول فت هست یا د ای فارمول درست قرار میگیره ولی خب استثناعات ما در وقتش گفته بودیم که وجود داره دیگه دا یک گرانولر یا تگومنت داره خود گرانولر کدام قسمت است بین انولوب و بین کابسید در فاصله ای که بین انولوب و بین کابسید قرار داره ده دا یک به ناحیه ناهیه است که در این ناحیه پروتین های امرف وجود داره که این ناحیه را به نام تگومنت یاد میکنه. یعنی در کل اگر ما شما بگیریم ببینیم از نظر پروتین های ساختمانی در این ویروس سه نوع پروتین های ساختمانی وجود داره یک پروتین های ساختمانی که در قسمت تگومنت است دوم در ساختمان کپسید که نقش داره یا پروتین های است و سیومش گلیکوپروتین هایی است که در انولوپ قرار داره یا خزه هایی که در سطح خود حجر ویروس ببخشن ذره ویروس قرار داره اینا سه به اصلا نو پروتین های ساختمانی یا سه گروپ از پروتین های ساختمانی است که در ویروس وجود داره و در کل این پروتین های ساختمانی توسط 74 جنه که در دینی از این ویروس ها وجود داره توسط از اینا کود میشه خب از نظر جسامت اگر ما شما بگوییم هرپس ویروس ها ویروس های بزرگ هستند و تقریبا در محدوده 150 تا 220 نانومتر اینا جسامت می داشته باشند یا که بسیار ساده تر که هرپس ویروس ها از جمله ویروس های هستند که از نظر جسامت بزرگ هستند و تقریبا اگر به اساس ردیف بندی بگویم از نظر جسامت بعد از پاکس ویروس ها قرار دارن این پاکس ویروس ها بسیار ویروس های بزرگتر هستند ولی اینا به تقیب از اونا قرار میره تمام هرپس ویروس ها یک خاصیت مشترک دیگری را که داره نیست که هم از اینا توانایی مخفی شدن داره در وجود یعنی بعد از اینکه در وجود داخل میشن ممکن بعد از یک پرایمری انفکشن یا انتانوالی اینا در قسمت های مختلف البته هرپس, مخت... هرپس ویروس های مختلف در قسمت های مختلف از وجود میتونن که مخفی شوند خب هرپس ویرس ها امی لحظه گفتیم که میتونن توانایی مخفی،, مخفی, شدن دارن این مخفی شدن از اینا چی رقم است؟ وقتی یک حجره میزبان ای ویروس ها آلوده می سازه اسید هستوی یا جنوم از اینا به داخل حجره میزبان مدغم میشن و ادغام از اینا میتونن اینا را یک توانایی یا یک حالت اخفار برشون بده و حتی امی توانایی مدغم شدن جینوم از اینا در حجر میزبان بر از یک خاصیت سرطانزایی یا انکوجینیتی که هم برشان میده خاطر از که ممکن بعض جنهایی که انکوجینیک هستن اونا رو فعال بسازن و سپر سر رو به اصلا غیر فعال بسازه که باعث شده که او حجره رشدش به اصلا غیر قابل کنترل باشه و او رو به حجره سرطانی تبدیل بکنه بنان خود مدغم شدن جینوم ویروس در حجره میزبان هم میتونه باعث اخفا شوه و در بعض موارد بر بعض ویروس های از اینا حتی توانایی ایجاد سرطان یا در داخل ساختنشان در پروسه آنکوجنزیز هم میتونه کمک بسه دوباره فعال شدن در این ویروس ها بسیار معمول است یعنی هرپس ویروس ها وقتی یک شخص مصاب میسازه ممکن بعد از یک انتان اولی مخفی شود یا ممکن در دوره اول هم که وقتی شخص مصاب میسازه اعراض علائم داشته باشه یا نداشته باشه خب مخفی شوه ولی بار بار ممکن است که دوباره چی شوه فعال شوند و دلایل مختلف بر ریاکتیویشن از اینا وجود داره مثلا استرس یک فاکتور است که میتونه در دوباره فعال شدن از اینا نقش داشته باشه تخریب و تخریش اکسون ها یا حجرات عصبی تب بلند معروض شدن به شعای آفتاب به صورت دوامدار فکتور های مختلف است که میتونه در اینجا نقش داشته باشه ممکن امراض دیگه باشه خستگی بیش از حد باشه قایدگی باشه هم از اونا فکتور است ولی حتی بعض موارد ممکن است که ای با امراض دیگه به صورت یکجا فعال شوند و و احلایمش ظهور بکنه و یا هم ممکن است بدون امراض دیگر به طور مثال پیشتر بر شما گفتیم مثلا یک کسی به اصطلاح در دوران قاعدگی قرار داره یا انفلونزا داره در این زمان ممکن است که چی شوند حلایم امی هرپس ویرس ها ظهور بکنه و دوباره ای ویروس فعال شد یا بعض موارد اصلا کدام مرض وجود نداره مریض یک کم واره با شوهای آفتاب شده شده تبخال کشیده یا استرس گرفته تبخال کشیده اینا میتونه که به صورت همزمان با امروز دگه یا فقط به تنهایی دوباره فعال شد ولی به هر ترتیبش اینا یکی از ویروس های فرصت طلب در نزد مریض های ایدز یعنی کسایی که مثلا به ایدز یا چایوی مثبت هستند اینا به اصطلاح به این ویروس بیشتر با امراضش مواجه میشن به خاطر از اینکه سیستم مافیاتی از اینا بسیار شدیدن ضعیف میشه به ویروس ویروس پیش از اینا اکثرا چی میکنن اعراض علائم ایجاد میکن ولی کامپلیکیشن یا اختلاطات بیشتر در نزد کسایی با وجود میره کنه سیستم شان خیلی ضعیف باشه شان بالا باشه یا از دواهای آنتی استفاده میکنن خب اینجا دو ویروس مربوط هرپس وایرال که یکی وایرس ها که یکی هرپس سمپلکس ویروس هست و دیگهش ورسیلا زوستر ویروس هست این ویروس ها یک انزایم یا جن انزایم رو به نام تایمیدین در خود حمل میکنه که کی تایمیدین کینیز انزایم است که در فعال شدن یا در فعال ساختن بعضی از نیکلوزیدیک ها ها نقش داره و میتونه دوار را تغییر بده و به شکل فعالش تبدیل بکنه خب بعضی هرپس ویروس ها خصوصا مثلا هربس سیمپلکس ویروس یک و هربس سیمپلکس ویروس دو این ویروس ها بعض جنهای مشابه حمل میکنن مشابه به این که یعنی این جنها در ویروس مختلف وجود داره ولی خب از طرف دیگه بعض انتیجن های رنا حمل میکنن که باز متفاوت هستن به عبارت ساده تر بگویم بعض هرپس ویروس ها مثلا هیومن هرپس ویروس یک به نام هربس سیمپلکس ویروس یک هم یاد میشه با هیومن هرپس ویرس دو یا که به نام هرپس سیمپلکس ویرس دو هم یاد میشه این دو تا بعضی انتیجن های یکسان حمل میکنه یعنی انتیبادی تولید شده در مقابل یک ویروس میتونه در مقابل ویروس دیگه هم عکس عمل نشان بده یا فعالیت داشته باشه ولی در عین حالت بعض انتیجن های دیگه را هم اینا حمل میکنن که میتونن از بین یعنوها متفاوت باشن و به خاطر تفکیکشان حتی میتون استفاده شد و از نظر ژنتیک بیزو اینا فرق دارم بنان هرگاه اگر ما اول توسط انتیبادی هایی که انتیجن های مشترک بین دو ویرس مثلا تشخیص میکنه تشخیص کردیم واضح است که حداقل بر ما اطمینان متکای ای به اصطلاح یه انتیبادی یا وجود داره یا یه انتیجن در نزد مریض وجود داره خیلی چطور تفکیک بکنیم که حاله یه هرپس سیمپلکس ویرس یک است یا هرپس سیمپلکس ویرس دوست میتونیم با بعض تست های سیرولوژیک که مشخص از برای هر کدامش یعنی و انتیجنی که متفاوت است سینار از هم بتانه تفکیک بکنه به اساس از او تشخیص بکنیم یا به اساس جنی... تست های که بالای امو دینه یا مثلا اصطلاح های مشخصش کار بکنیم میتونیم با لایزو با واسطه ازو تشخیصش بکنیم خب پیشتر هم گفتیم که ویروس میتان مخفی شوه و مخفی شدن از اینا در قسمت های مختلف نظر به ویروس میتونه که صورت بگیره ولی به هر ترتیبش به صورت متناوب فعال شدن از اینا در طول عمر برای چندین بار صورت میگیره یا ممکن مثلا به طور مثال اگر بگوییم هرپس سیمپلکس ویروس یک ای یک ویروس است که باعث تبخال میشه بران یک شخص یک باره که مصاب میشه ممکن در طول عمر خود چندین بار ای اعراض علایم تبخال پیشش به وجود شده به وجود بیه خب میایم سر تصنیف هرپس ویرس ها هرپس ویرس ها به اساس از ای که اینا به کدام انساج تمایل دارند به کدام میکنزم تولید مرز میکنن چه خصوصیات دارن به اساس از اینا به سه ای گروه تقسیم بندی میشه البا هرپس هرپس ویرس ها بتا هرپس ویروس ها و گاما هرپس ویروس ها اول من سر الفا هرپس ویروس از گپ الفا هرپس ویروس ها اینا خصوصیاتی که دارن نیست که اول اینا به صورت سریع تکثیر میشن یا تکثرشون بسیار به صورت سریع است و از طرف دیگه حجرات را که آلوده می او حجرات باعث لیزشان میشه یا سایتولایتیک هستن حجرات آلوده را تخریب میکنن سایتولایتیک هستن و از که اینا تمامشان در گنگلیون های حسی مخفی میشن یعنی از نظر خصوصیات اگر بگویم تکثیر سریع دارن یا رشد سریع دارن به اصطلاح ساده بگویم سایتولایتیک هستن حجره کالودم می سوزن تخریب میکنن بیشتر حجرات اپیتیلیال و حجرات فیبروبلاست رو تخریب میکنن و سیومی که در گندلیون های حسی اینا چی میشن مخفی میشن خب ویروس هایی که مربوط الفا هرپس ویرس هاست. ویروس هاست سه ویروس است. هرپس سمپلکس ویروس یک هست هرپس سمپلکس ویروس دوس و ورسیل ازوستر ویروس هست دیگه بیتا هرپس ویروس ها یا کلاس دومی یا گروپ دومی هرپس ویرس ها رو بیتا هرپس ویرس رو سیاد میکنن اینا رشدشان بطی است و حجری رو که میسازن باعث بزرگ شدنش میتشن یعنی سایتو میگالیک هستن حجری رو میسازن و حجره رو بزرگ میسازن و مخفی شدن از اینا اکثرا در غدوات افرازی و در کلیه صورت میگیره یعنی در غدوات افرازی و کلیه چی میشن مخفی میشن ویروس هایی که شامل بیتا هرپس ویروس هاست، سایتومگالو ویروس هست، هیومن هرپس ویروس شش و هیومن هرپس ویروس هفت است. دیگه گاما هرپس ویروس هست. گاما هرپس ویروس از نظر تکثیر اینا خیلی بطی هستند. الفا سری بود، بیتا سلو بود یا هسته بود، ولی گاما خیلی سلو هست. و اخفای از اینا اکثرا در انساج لنفاوی صورت میگیره در حجرات بی سایت و تی لنفوسایت چی میشن اینا مخفی میشد. و حتی ویروس هایی که شامل گام و هرپس ها ای ویروس ها هستن این ویروس ها اکثرا باعث سرطان هم میشه یا حجرات تغییر میتن مثال از این ویروس ها چی است یا کدام ویروس ها رو در بر میگیره؟ اپسین بار ویروس که باعث تغییر در حجرات بی لنفوسایت میشه از حالت نرمال به حالت سرطانی رو میتونه تبدیل بکنه و دیگه هیومن هرپس ویرس هشت است که به نام کاپوسی سرکوما associated هرپس virus یاد میکنه یا هرپس ویرس مرتبط با کاپوسی سرکوما که یک نوع سرطان است در در نزد مریضای مسابه بیت ای بروس پیدا میکنه خب ایج شما ببینین یک جدول دیگر رو بر شما آوردیم شما ببینید اینجا هرپس ویرس ها رو نوشته کده. Human herpes viruses. گفته مخفف از این. است. هست. Official name یا نام رسمی یا اصلی از این چی هست. Seroprevalence. باز در Seroprevalence شما ببینید یک ای برنگ آبی نوشته شده. در پایین شما ببینید ای نوشته است. In the United States. فقط Seroprevalence. Seroprevalence چی رو میگه؟ یک دفعه ای رو براتان تعریف بکنم. Seroprevalence... در حقیقت شیوع مرض به اساس آنتی است یعنی وقتی ما شما بخوایم تست بکنیم که پیشچق مردم آنتی در مقابل یک عامل انتانی مثبت است امیر سیرو پرفلنس میگه یا به اصطلاح دگه بگویم شویو به اساس مثبت بودن آزمایش سیرولوژیک یا مثبت بودن از نظر آنتی بادی را به نام سیرو پرفلنس یاد بنان فیصدی هایی که شما در اینجا میبینین این فیصدی ها در امریکا به این شکل است در دیگر کشور نیست دیتا چون از امریکا است در جدول خوب است که شما بفهمین که سرو پرولنس چی است خب initial site of infection در کدام جای به صورت اولی انتان تولید میکنه باز site of latency یا جای مخفی شدن است و بالاخره امراض عمده که اینا تولید میکنه خب الفا هل... هرپس ویرینه یا این سب چون به او خاطر این هرپس ویرینه میاد کرده شما ببینید اولین ویروسش هرپس سمپلکس ویرس یک است مخففش hsv یک یا هرپس سمپلکس ویرس و نام رسمی از این است هیومن هرپس ویرس یک هیومن هرپس ویرس یک سیرو یا شویوش از نظر انتیبادی شما ببینید 53.9% و نو فیصد از در امریکا و او هم تنها شما بینید اوجی بی نوشته شده باز در بی توضیح داده شده در پایین توضیح داده شده که بی چی مانا بی گفته تنا امنگ 14 تا 49 یر سول ای در سن 14 الى 49 سالگی 53 اشار نوفی به این مانا که سن طفولیت و سن بعد از 49 را حسلا در نظر نگرفته تنا در بین 14 الى 49 سالگی 53 سه اشاره فیصد است به هر ترتیبش محل اول انتان حجرات اپیتیلیال است اخفای از این ویروس در تریجیمینال گنگلیاس است ببینین هرپس سمپلکس ویروس یک و هرپس سمپلکس ویروس دو هر در گنگلیون ها مخفی میشه اما هرپس سمپلکس ویروس یک چون بیشتر باعث ایجاد تبخال در قسمت اطراف دهن و در دهن میشه به نان محل اخفای از اینا معمولا در گنگلیون های تریجیمیناله است و امراضی که تولید میکنن اینا تبخال یا هرپس اورال هرپس تولید میکنن هرپس کراتایتس تولید میکنن هرپس گلاجی چورم در موردش گپ میزنیم تولید میکنن میتونه کانجینیتال دفکت یا بعض مشکلات ولادی رو تولید بکنن و حتی باعث تبخال در اعضای تناسلی هم شده میتونه توضیح از اینا بعدن میام دوم ببینی هرپس سیمپلکس ویرس دوز مخففش HSV2 دو. نام رسمی از هیومن هرپس ویرس دو شویوش در امو بین 14 الى 49 سال شما ببینید که 16 فیصد است و اینا هم اولین محل انتانش را سل تشکیل میتا و محل اخفای از اینا سکرال نرو روت گنگلیاس اینا در قسمت سکرال گنگلیا اگر به صورت خلاصه تر بگویم اینا مخفی میشن و مرض که تولید میکنن بیشتر اینا باعث جنتال هرپس یا تبخال اعضای تناسلی میشن و میتونن که بعضی دفکت های یا مشکلات ولادی را هم باوجود وجود بیاره دیگه ورسیلا زوستر وایرس است مخففش وی زد ویس نام رسمی از اینا هیومن هرپس وایرس سه هست شویوی از اینا رو ببینید که در این رده سینی در آمریکا تقریبا بیشتر از 98 فیصد است خب دلیلش هم شاید ای باشه که این واکسین داره و سیل از ویرس و شاید اکثریت اشخاص واکسین کرده باشه به او خاطر است که انتیبادی در نزدشان مثبت بوده به هر ترتیب اولین محل انتان اپیتیلیل سل تشکیل میته و محل اخفای زنا دورسل روت گنگلیاس و مرض که تولید میکنه چکن پاکس است و شنگلیس است و زوستر افتلمیا در قسمت چشم میتونه مشکلات به وجود به وجود بیاره هرپتیک نورالجیا میتونه که هم به وجود بیاره امراضش پسان توضیح میکنه خب اینجا ببینید بتا هرپس ویرینی یا سب فاملی بتا هرپس است که در ایجه ویروس هایی که شامل میشه شا هیومن سایتو ویرس ویروس است، مخفف ایچ سی ام وی نام رسمیش است هیومن هرپس ویروس پنج شویش هم تقریبا میبینید در امریکا از 50 تا 80 فیصد از دهی رده محل اولی انتان اپیتیلیل سل مونوساید ها و اندوتیلیل سل ها تشکیل میده و محل مخفی شدن سایتو میگر و میگلو ویرس شما ببینید که اینا در مونوساید های مونوساید ها حجرات سی دی سی و چار و مونوساید پروژینیتر سلز در اینا که مخفی شوند و اینا مشکلاتی که به وجود میاره مرضش مونونوکلیوز میتونه به وجود و بعضی مشکلات ولادی رو به وجود بیاره دیگه هیومن هرپس وایرس شش a و شش و هیومن هرپس وایرس 7 است اینا ویروس هایی هستند که در قسمت لیمفوسایت ها و مونوسایت ها و نیورال سل ها میتونن که مخفی شوند و اینا مخفف نوشته نمیشن تنها نام رسمی دارن و شما ببینید که هیومن هرپس ویروس شش ایر نوشته کرده که اورفان ویروس یا ویروس یتیم ویروس یتیم به خاطر گفته میشه چون بعضی از ویروس ها هست که اینا میتونن حجرات انسانی را آلوده بسازن در حجرات انسانی اینا انقسام بکنن ولی باعث کدام اعراض علائم یا کدام مرض مشخص نمیشه به خاطر این به نام اورفان ویروس یاد میکنه ولی دو ویروس دیگه شما ببینید که اینا باعث روزیلا انفانتوم میشه بعضی رشهای جلدی رو میتونن در نزد اطفال یا نوزاد به وجود بره دیگه گاما هرپس ویرینس ویروس های گاماز شما ببینید یک ابستین بار ویرس است مخففش ای بی است و نام رسمی شیومن هرپس ویرس چار است که اینا تقریبا شیوشان در امریکا در رده سینی چارده الا سال شما ببینید که هشتاد و فیصد است و اینا به صورت اولی بیل یا بیسل ها و اپیتیلیل سل آلوده و مخفی شدنش میتونه که در حجرات بی میموری سل یا حجرات میموری سل بی چی شوند مخفی شوند و امراض بسیار خطرناک شما می که با وجود می باوجود با وجود میره رو برگیتس لیمفوما هوچگل لیمفوما نزوفارنجیل کرس، ها رو میتونه وجود بره و حتی بعض موارد میتونه باعث کرسینومای میده هم اینا شوان دیگه کپوسی سارکوما اسوشیت تو فایرس هست مخفف شم شما شما میبینید که کس ایچ ویس و نام رسمیش شست هیومن هرپس ویرس هست شویوش کمتر است فقط در بیشتر اینا در نزد کسای شویو پیدا میکنه که اونا مثلا به ایدس یا ایچ آی وی مصبت باشن بازم شما ببینید که محل اول انتان از اینا را لنفوسایت ها و اندوتیلیل سل تشکیل میتوه اخفای از اینو در قسمت همین حجرات میموری سل بی اینا مخفی میشن و مرضی که به وجود میاره کپوسی سرکوماست لیمفوما را به وجود میاره بیاره مالتی سنتریک کاسترمن دیزیز که به وجود بیاره امروز از اینا را انشاءالله که ما شما در بخش خودش هر کدامش که به صورت مفصل خواندیم توضیحات بیشتر میدیم خب بازم چارت آورده شده شما ببینین که نامای اصل, اصلی از اینا از هیومن هرپس Virus یک شروع و به هیومن هرپس Virus هشت ختم بشن نامهای معمولی یا امروزی از اینا رو شما میبینین مخففات شاورده هیومن هرپس ویرس هرپس سمپلکس یک هرپس سمپلکس Virus, دو ورسیل از اوستر ویرس اپسین بار ویرس سایتو میگالو ویرس هیومن هرپس شش هیومن هرپس ویرس هفت و کپوسی سرکومه سوشیتید هرپس ویرس شما اینا رو میبینین که ای مخففات نام امروزی شان است سب فیملیش شما میبینین که الفا هرپس ویرینه و با گاما آورده شده سر سرخ بخاطر که یکیش از نظر ترتیب در هیومن هرپس ویرس چار و یکیش هم در هشت قرار داره بنابراین سب می میبینین که به الفا و بیتا و گاما تقسیم شده و امراضش هم به سمت راست آورده شده که پیشتر هم یک کم آره ورد در موردش توضیح دادیم که به صورت مفصل در هر ویروس گپ میزنیم خب میایم اولین ویروس شروع میکنیم او عبارت از هرپس سیمپلکس ویروس اولین ویروس مربوط به هرپس ویریده ده هرپس سیمپلکس ویروس تشکیل میده خب هرپس سیمپلکس ویروس دو نوع یا اگرچه ویروس های جداگانه سر هر کدامش یکی هرپس سیمپلکس ویروس یک داریم و دومش هربس سمپلکس ویرس دو داریم انتان اولی از اینا ارتباط به این میگیره که از کدام مسیر اینا داخل وجود شده اگرچه مشخص است هربس سمپلکس ویرس یک اکثران در قسمت وجه یا در اطراف دهن اینا باعث ایجاد قرحات و تبخال میشن و هربس سمپلکس ویرس دو اکثرا در قسمت سیستم تناسلی اینا باعث ایجاد تبخال میشن یا در بعض کتابها میگن که از قسمت وسط بدن یا از قسمت به کمر بگویم از این بالاتر اکثر توسط هرپس سیمپلکس ویرس یک تبخال به وجود میاد و از او پایین تر توسط حامل هرپس سیمپلکس ویرس دو تشکیل میده ولی به هر ترتیبش بعض موارد میتونه که جایشان عوض شده یعنی در ده فیصد تبخالای سیستم تناسلی هرپس سیمپلکس ویرس یک نقش داره بنامان به هر ترتیب انتان اولی نظر به ایست که از کدام طریقی داخل شده اگر از طریق به مثال بگویم از طریق بوسیدن ای داخل میشه در قسمت های اطراف دهن بنامان ای میتانه که امو حجرات اپیتیلیال اطراف دهن آلوده بسودن ولی ممکن اگر در اطراف سیستم تناسلی تماس پیدا میکنه ویروس و در اوجه ممکن است که اپیتیلیل سلار را حلوده ممکن قره او قسمت هم وجود بیاد بنابراین محل انتان اولی از نظر به ای که از کدام مسیر داخل وجود شده میتونه متفاوت بکنه ولی به هر صورت شنا حجرات اپیتیلیل در اون ناحیه آلوده میسازه به صورت اولی و در چی میکنن؟ اینا انقسام میکنن حتی یک چیز دیگر را مشکه امی لحظه براتان بگویم اکثرا هرپس سمپلکس ویرس ها که هستن اینا در دوران طفولیت شخص مصاب اصاب می هرپس سمپلکس ویرس یک اکثرا در زمان طفولیت یا مشکه بگویم که بین شش ماه تا دو سال اکثرا چی می شود اطفال توسط از این مصاب می شا. ولی هرپس سمپلکس ویرس دو اکثرا در سنین جوانی شخص مصاب اصاب چون بیشتر اینا از طریق مقاربت جنسی انتقال میکنه و همون بیشتر معمولا گفتیم که در اطراف سیستم تناسلی با وجود میره بنان آلودگی از یا اکثرا در زمان جوانی چی میسازه؟ مصاد، آلوده میسازه خب انتقالش شما ببینین هرپس سیمپلکس ویرس یک از طریق لواب دهن تماس مستقیم میتونه که انتقال بکنه اکثرا از طریق بوسیدن مشک انتقال بکنه و اطفال بعد از ولادت تقریبا تا شش ماه را هایی که از مادر کسب کردن میتونن تا حد اینا را محافظت بکنن ولی بیشتر از, از او اکثرا بعد از شش ماه تا دو سال اکثریت اطفال به هرپ سیمپلکس ویرس یک چی میشن آلوده میشن چون واضح است که والدینشان امرای از او محبت میکنن و ماچ میکنن از این طریق میتونن که اینا را آلوده بسازه و اکثرا ما اینا از مادران و پدر خود چی میکنن کس میکنن هرپس سیمپلکس ویرس دو اکثر از طریق مقاربت جنسی یا هم در زمان ولادت انتقال میکنن در زمان مقاربت جنسی بین پارتنرهای جنسی و در زمان ولادت واضح است که طفل که از کانال ولادی عبور میکنه در صورتی که مادرش مساب باشه میتونه که اونا را مساب بسود خب بعض موارد میتونه بین این دو تایپ راه انتقال فرق بکنه مثل که پیشتر براتون گفتم که درست است که هرپس سیمپلکس ویروسی یک ممکن مستقیم از طریق لعاب دهن یا هم از طریق بوسیدن انتقال بکنه ولی بعض موارد حتی در جریان و مقاربت جنسی هم میتونه که به اصطلاح راهشان عوض شوه و انتانات سیستم تناسلی را هم به وجود بیاره خب قرحات که به وجود میاره ممکن از انتان اولی باشه یا ممکن از دوباره فعال شدن یا از عود مرز باشه بیشتر گفتیم که هرپس ویرس ها در کل به شمولی هرپس سمپلکس ویرس یک و دو یعنی خاصیت اخفا شدن داره یا مخفی شدن داره ولی بعد از مخفی شدن دوباره عود میکنن بنان اگر یک شخص در نزدش شیعه راز علای متبخال با وجود میاد ممکنی از اثر انتان اولی به وجود یا ممکن از اثر عود مرض یا دوباره فعال شدن مرض به سلام به وجود ولی میتونه که شدتشان تا یک اندازه فرق بکنه چون واضحه است که بار اول وقتی یک شخص مصاب میشه هیچ گونه آنتی در وجودش نیست ولی بر بار دوم اگر مصاب میشه واضحه است که انتیبادی ها میتونه که یک اندازه از شدت مرض کاهش بده و از طرف دیگه ویروس ها از یک حجره به حجره به حجره مجاور خود چطور انتقال میکنن چون این ویروس ما و شما پیشتر گفتیم که انولوب داره اکثرا ویروس هایی که انولوب دارن اینا فیزیان پروتین یا پروتین هایی که باعث ادغام حجرات در یکی دیگه میشه هم دارن بنا حجرات مجاوره حجره آلوده با حجره مجاورش مدغم بشه و ویروس بدون از که آزاد شوه میتونه که به حجره مجاورش چی بکنه انتقال بکنه بنابراین به این شکل تا یک حد زیاد اینا از انتیبادی هم در امان باقی میمانن و میتونن که عمر از را بیشتر بکنن بیشتر گفتیم با شما که ویروس های هرپس ویروس ها اینا یک خاصیت که است نیست که اینا میتونن که مخفی شوند و اخفای از اینا بود که گفتیم دینه خود در حجر میزبان مدغم بسازن بنا نظر به امی خاصیت از اینا حتی اینا خاصیت انکولایتی که هم داره حجرات سرطانی رو هم تخریب میکنن و اکثرا ویروس های هرپس سیمپلکس ویروس به شکل زنده ضعیف ساخ... زنده زیف شده ساخته میشه به خاطر تداوی بعضی از کانسرها چرا اینا میتونن که مدغم شوند در دینی امو حجره سرطانی و باعث ازیشون که حجره سرطانی رو چی بکنن تخریب بکنن به طور مثال یک نوع هرپس سیمپلکس ویروس زنده ضعیف شده به خاطر تداوی ملانوما از یک حجرات سر... سرطانی ملانوما ساخته شده و در تداوی از اینا چی میشن استفاده میشن خب دیگه مییم سر سیکل رپلیکیشن یا سکل تکثیر هرپس سیمپلکس ویروس ها گپ میزنم، خب اولین مرحلهش ما شما اگر همو لکچری که در مورد تکثیر ویروس ها داده شده اگر به یادتان باشه در گفتیم که اولین مرحله مرحله اتچمنت یا اتصال است بنان در خود ویروس بعضی پروتین ها وجود داره مثلا گلیکوپروتین بی اس سی اس دی اس گلیکوپروتین اچ ال است گرچه در کتاب ما شما گفته شده گلیکوپروتین سی ولی متوجه باشین که خیلی از گلیکوپروتین های دیگه هم هست مثل بی، D, H و L از H گرفته تا L هم از اینا در اتصال ویروس به حجر میزبان که واضح در حجر میزبان آخذه وجود داره بنام هپارانس به با اونا وصلش میکنه بعد از اتصال از اینا انولوپ که در ویروس وجود داره با غشای سایتوپلازمیک مدغم میشه و ویروس به اصلا اسید هستویش همراه با کپسیدش داخل سیتوپلازم آزاد میشه بعد از اون انکوتینگ از اینا در قسمت غشای هستوی صورت میگره یعنی انکوتینگ ما شما گفتیم که آزاد شدن اسید هستوی از داخل کپسید است یعنی کپسیدشان در غشای هستوی باقی میمانه بیرون و خودشان چی میشن؟ نمو و اسید هستویشان داخل میشن خب اسید هستوی از اینا رو ما شما گفتیم که دی به شکل دبل سترند است لینیر است منان اینا در داخل هسته هم شان صورت میگیره هم ترانسکریپشنشان صورت میگیره یعنی هم DNA تکسیر تکثیر میشه کپی میشه در اوجه و هم مسنجر ساخته میشه بعدی این مسنجر آر خارج میشه و کجا به سایتوپلازم چون رایبوزوم در سایتوپلازم است اوج پروتیناش ساخته میشه پس پروتین ها در داخل هسته میشن و بعد از او حتی اسمبلی یا ویروس های نوی که تشکیل میشه هم در داخل هسته تشکیل میشه و بعد از غشای هستوی اینا همو انولوپ یا پوش خود گرفته و از طریق اگزو و در بعض حالات از طریق لایز حجره میزبان را چی میشن آزاد میشن خب بیچ شما اگر تصویر رو ببینین اول ادزوربشن ناشته است ادزوربشن بعد پنیتریشن ان، انکوتینگ خب در ادزوربشن ویژه ما شما دیدیم که در قسمت اتصال از اینا چند گلایکوپروتین که گلایکو پروتین بی بود دی بود اچ بود تا الا اینا نقش داشتن که در امو ویروس با سطح حجره میزبان که در اینجا آخذه که در حجره میزبان از سپارانسلفات است با او وصلش میکرد بعد از وصل شدن فیوژن صورت می رف. یعنی چی یعنی انولوپ خود اینا در غشای های سیتوپلازمیک رها می کردن و همو کاپسیدشان همراه با اسید هستوی داخل می شد بعد کپسید و اسید هستوی را شما ببینید که در قسمت سیتوپلازم داخل شده و بعد از شما ببینید که کپسید بیرون از غشای هستوی مونده و اسید هستوی یا همون دی ای به شکل خطی داخل برده شده وقتی داخل شد در این ویروس جنهایی وجود داره که این ها نظر به اهمیتشان به صورت مسلسل چی میشن فعال میشن شما ببینید یک گروپ از جنها وجود داره به نام امیدیت ایرلی یعنی جنهای اولی عاجل است یا مقدم عاجل است که اینا باید اول فعال شوند مثل جرارنی از اینا ساخته شوند اینا برند در سایتوپلازم پلازم با پروتین تعبیر شوند بعدا اینی محصول یا پروتینی که از امیدیت ایرلی یا های مقدم عاجل اینا به وجود آمدن اینا میان بالای به با اصطلاح مثل ترانسکریپشن فاکتور وره عمل میکنن و های ارلی یا های مقدم فعال میسودن بعد از این مثلا جرارنه ساخته میشه و میره به پروتین تبدیل میشه بعدا اینا چی میکنن؟ های معخر یا لیت جنه چی میکنن؟ فعال میسازن. واضح است که جنها نظر به ضرورتشان یک است که در اول باید فعال شود چون ضرورت است که این جنها اول تعبیر شود و پروتین های از اینا اول ضرورت است بخاطر خاطر چی هم به خاطر کاپی ساختن به اصطلاح مؤسید هستوی و هم برای ساختن بعضی از فاکتورهای دیگه و هایی که در آخر هستن اکثرا جنهایی هستند که اینا بیشتر در بستبندی و به اصطلاح در ساختمان از اینا نقش داره جن که در اول اس اکثرا از نظر وظیفه خیلی اهمیت داره به هر ترتیبش بعد از شما ببینین که چی میشه اینا انولوپ خود از غشای هستوی گرفته و از طریق اندوپلازمیک رتیکولوم میای به با گلجی بادی و از گلجی بالاخره از طریق اگزوسایتوزیس چی میشه آزاد میشه حالا آره میام سر مخفی شدن هرپس سیمپلکس ها اینا در کجا مخفی میشه بیشتر ما شما گفتیم که محل انتان اولی را اکثر حجرات اپیتیلیال تشکیل میده حجرات اپیتیلیال. و واضح است که سیستم عصب که در هر قسمت وجود داره برای اون ساحه رشته های عصبی که وجود داره اونا را هم میتونن که چی بکنن آلوده بسازن و بعد از آلوده ساختن از اونا در قد ویروس به شکل ریتروگریت ترانسپورت یا به حرکت پس رونده حرکت میکنه به امتداد اکسون و به قسمت دندرایت خود میرسونه در جسم حجره چی میکنه خود مخفی میسازن اکثرا اورال هرپس یا اورال هرپس که پیشتر ما شما گفتیم که توسط هرپس سیمپلکس ویروس یک با میه اکثرا ویروس هرپس سیمپلکس ویروس یک در تریجیمینال گنگلیا یا گنگلیون های ترجمینال چی میشن؟ مخفی میشن در حالی که هرپس سمپلکس ویرس دو که باعث جنیتال هرپس میشه اکثر اینها در گنگلیون های سکرال چی میشن؟ مخفی میشن خصوصا در S1 الا S5 اینا چی میشن؟ مخفی میشن خب تکرار شما اگر در شیما ببینین آورده شده انفکشن آف اپیتیلیوم همین تصویره که اگر شما بینید انفکشن آف اپیتیلیوم اپیتیلیوم سل سل ها در ناحیه آلوده است و واضح است که رشته های عصبی هم در رو ساحه وجود دارد منان اینا چی میکنن؟ میاین از قسمت اگزون داخل میشن و به شکل ریتروگریت ترانسپورت یا به اصلاح انتقال پس رونده یا معکوس حرکت میکنن خدا به قسمت همو جسم حجره یا به قسمت دندرایت در قسمت جسم حجره عصبی میرسانه خدا و اوجه مخفی میشن در جریان اخفا واضح است که نا دیگه تکسر نمیکنه هر زمانی که شرایط مساعد شد که دوباره فعال شد بیشتر گفتیم مثلا مریض استرس گرفت تب کرد با شعای آفتاب مواجه شد انفلونزا یا امراض دگی معافیتی پیشش به وجود آمد پس چی میشه؟ ای ویروس فعال میشه تکثیر میشه پس حرکت آنتریگریت یا به اصطلاح ترانسپورت آنتریگریت چی رقم است یعنی پیش رو در پیش میگیره پس از طرف به اصطلاح امو جسم حجره عصبی میایه به امتداد اکسون و در قسمت اکسون ایجا پس حجرات اپیدیلیال چی میسازن؟ مساب میسازن خب در اینجا در شما ببینید نشته است که چطوری مرض به وجود میاره اول داخل شدن از اینا از طریق حجرات اپیتیلیل در قسمت جلد یا هم در قسمت مخاط داخل میشه. بعد ویروس تکسر میکنه یا تکثیر میشه. بعد از او اینا در قسمت عصب حسی, حسی را حلوده میسه و بالاخره میره به با قسمت گنگلیون ها و در روج مخفی میشه. ولی در حالت اول مرز بعد از این قسمت اینا حجرات تخریب میکنه و باعث ایجاد باز آبلگک ها و قرهات میشه. ولی بعد از مخفی شدن دوباره ببینیم که باز هم چانس ریاکتیویشن یا فعال شدن دوباره وجود داره آره میم سر عراض علائمش اول در مورد پرایمری انفکشن گپ میزنیم عراض علائم میتونه که از اثر پرایمری انفکشن باشه یا سیکندری انفکشن باشه به با نیست که یک شخص تنها در انتان اولی عراض علائم نه ممکنه عراض علائمی که پیش شخص به وجود میاد از اثر انتان اولی باشه یا هم از انتان سانوی باشم ولی پیشتر هم براتان گفتم که وقتی که شخص برای بار اول مصاب میشه ممکن اکثرا آنتیبادی چون نمی داشته باشن ممکن است چی باشن؟ اعراض علائم نسبتا شدیدتر داشته باشن نسبت به ای که دوباره فعال میشه چرا او وقت به شخص آنتیبادی می باشه به هر ترتیبش وقتی شخص برای بار اول به هر سپلکس ویرس مصاب میشه حداقل در ریجه دو, دو حالت صورت میگیره یا دو فعالیت انجام پیدا میکنه یکی که وقتی برای بار اول داخل وجود میشه سیستم مافیتی تنبیه میشه در مقابل هرپس سیمپلکس وایرس انتیبادی تولید میشه دوم حالت اخفا با وجود میه وقتی هرپس سیمپلکس ویروس داخل وجود شد این ممکن اعراض علایم بته یا نته ممکن اعراض علایم داشته باشه یا نداشته باشه ولی اخفا به وجود یعنی چی میکنه ویروس در حجرات اپیتیلیال انقسام میکنه و بعد پس از انقسام در قسمت امو گنگلیون ها مخفی میشه اگر هرپس سیمپلکس ویروس یک باشه اکثرا در گنگلیون های تریجمینال و اگر هرپس سیمپلکس ویروس دو باشه در قسمت سکرال گنگلیون ها مخفی میشه بنان مختصر برتون میگم پرایمری انفکشن ممکن اراز علائم بتا ممکن نتا ولی در هر دو حالتش دو, ح... دو موضوع به وجود میاد دو حالت رخ میده یکی انتیبادی در مقابل ویروس تولید میشه و دوم ویروس در وجود مخفی میشه ولی واضح است که دوباره فعال شدن ازی از این معمول است که پیشتر هم و شما گفته اکثرا دوباره فعال شدن ویروس تقریبا یک الا سی روز بعد از تنبیه به وجود میاد یک منبه آه... که باعث فعال شدن انقسام از این ویروس میشه ای که با وجود چی وقت مواجه شده بعد از او تقریبا یک الاسه روز باعث چی میشه ممکن است که آه... این دوباره به قرحات با وجود به و به عراض ویروس در نزد شخص ظاهر شد و طور مثال مثلا اگر امروز یک شخص استرس گرفته اگر امروز یک شخص تب کرده اگر امروز یک کس ترسیده اگر امروز یک کسی... با شوهای آفتاب بیشتر ش... یا شوهای شدید آفتاب تماس پیدا کرده ممکن است فردا یا تقریبا تا سه روزه این ویروس مثلا رجعت بکنه و همو عراض علایمش به وجود بیاد خب میایم سر عراض علایمش چندین شکل به تبخال وجود داره یا هرپس وجود داره یکی جنجی وستومتایتس هست جنجی وستو از نامش پیداست که اکثرا اکثر قسمت بیره ها و قسمت دهنه چی میکنن آلوده میسازن و ممکن است که یه حتی در قسمت بلعوم هم به اصلاح آبلگک ها یا قرحاتش وجود داشته باشد و این معمولترین شکل هرپس هست یا معمولترین شکل مرض توسط هرپس سیمپلکس ویرس است. اکثر جنجی وستومتایت است توسط هرپس سیمپلکس ویرس هست. یک باوجود وجود و ممکن است از انتان اولیش بیشتر باوجود وجود به هر ترتیبش دوره تفریخش تقریبا سه الا پنج روز میگیره و تا مثال برتان میگم وقتی یک شخصی ویروس کسب میکنه سه الا پنج روز در بر میگیره تا این شکل مرض یا امی جنجی و در نزد شخص باوجود وجود و این مرض تقریبا دو الا سه هفته یا به صورت اوسط بگیم چارده روز تقریبا دوام میکنه و دوباره خود به خود بهبود پیدا میکنه ولی به هر ترتیبش عراض علایم از این طور میباشه که بسیار آبله های دردناک در قسمت دهن در قسمت جوف دهن در قسمت ببخشن جوف نیده مخاط در مخاط دهن در قسمت بیره ها لب قسمت های اطراف دهان همی جلد قسمت اطراف دهان و حتی بعضی موارد میتونه که در قسمت های سر و قسمت های گردن هم بسابه بسازه. بنان بعد از اینکه یک شخص هرپس سمپلکس ویروس در قسمت دهان شکست میشه ممکن است این جنجی وستومتایت استوری باشه که آبله های بسیار در در قسمت مخاط دهان در قسمت بیره ها قسمت های لب اطراف دهن کدام جلدی که وجود داره حتی در قسمت های وجه و گردن هم میتونه که به وجود و حتی در قسمت بلوم هم میتونه که اینا به وجود حتی پیش شخص ممکن است که علاوه به این تب پیشش وجود داشته باشه و قدات لنفاوی در قسمت گردن زخیم شوه و یک نوع بیحالی را پیششان به وجود بره و حتی همون بیره هایشان هم ممکن است که شود. ولی بازم برتان میگم که ای مرز گذری هست تقریبا در دو سه هفته یا به صورت اوسط بگیم در چارده روز دوباره بهبود پیدا میکنه دیگه هرپس کراتایتس یا کراتو کنجکتیوایتس هست است که در قسمت قرنیا و منظمه چشم میتونه که به صلاح آلوده بسازه و التحابی بسازه و ای هم به صورت اولی هرپس سمپلکس ویرس یک در ایجاد از ای کراتو داره و بعض موارد ممکن است که دوباره فعال شدن از این ویروس حتی باعث قرحات و حتی باعث کوری چشم هم شود دیگه انسفالایتیس است التهاب دماغ است که بسیار خطرناک است و ممکن است که به شکل مننجایتس و یا انسفالایتیس ممکن است که به وجود و این میتونه توسط هرپس سیمپلکس ویروس یک به وجود بیا، دلیل به وجود و در انسفالایتس ممکن است که از انتان اولی باشه یا انتان به اصلاح دوباره فعال شده باشه یعنی انتان اولی هم میتونه باعث انسفالایتس شده و دوباره فعال شدن ویروس بعد از اخفایش هم میتونه که باعث انسفالایتس شده و اکثر نیجا باعث نکروز یا قرحات نکروتیک تیمپرالوب میشه اما تیمپرالوب میتونه که اکثرا نکروز مواجه شد و ای بسیار خطرناک و کشنده هست عراض علایم اولیش ممکن تب باشه تب بسیار شدید و سردردی بسیار شدید می داشته باز روازیز دماغ آلوده باشه استفراغ می داشته باشه اختلاج و تغییر حالت دماغی میتونه که در نزد مریض وجود داشته باشه در کل مرض بسیار نادر است سالانه در سطح جهان و سطح جهان اگر بگوییم سالانه ممکن است که هزار کیس از این واقع شد ولی شدید هم کشنده است افتاد فیصد کشنده است ولی کسایی که اگر زنده هم واقع میمانه تقریبا از نظر دماغی خیلی مشکل می داشته باشه مشکل عصبی را میتونه که امروی خود داشته باشه دیگه انتانات جلد است در قسمت جلد میتونه انتانات با وجود بره که قرحات میتونه به صورت موضوعی هم توسط هرپس سیمپلکس ویروس یک به وجود به هم هرپس سیمپلکس ویروس دو به وجود اکثر قسمت های تخریش شده عرب میتونه که مساب بسازم و ای از اثر آلوده شدن با ویروس است مثلا اگر ما شما مثال بتیم یکی جا به نام هرپتیک وایت لوس هرپتیک وایت لو چی رقم اکثر این در نزد پرسونل صحی به وجود می هم. و بازم برتان ممکنه از اثر هرپس سیمپلکس ویروس یک یا هرپس سیمپلکس ویروس دو باشه هرچی ویتلو اکثرا در قسمت انگشتا در قسمت دست و انگشتا به وجود می واضح است تخریش وجود داشته باشه و وقتی دکتر یا پرسنل صحی با قرحات مریض تماس پیدا میکنه ممکن است که همین قسمت‌ها آلوده شوند. دیگه هرپس گلاژیچورم است اکثرا در نزد رسلرا یا کسایی که کوشتی می در نزد از اونا به وجود می واضح است که جل تماس میکنه و تخریشاتی که در جل وجود داشته باشه وقتی با قرحه تماس پیدا میکنه میتونه انتقال بکنه دیگه هرپس روبروم است روبروم یک نوع فوتبال ور یک بازی است که اگر شما دیده باشین حداقل در تلویزیون دیدین یک توپ از تقریبا شکل خربوزه است اینو کوشش میکنن که به مو به هدف برسانن و تیم مقابل کوشش میکنه که کوش شخص مانع و رو کش میکنن و ما کم میگیرن یعنی زیاد به اصطلاح جل تماس میکنه اگر تخریشات وجود داشته باشه و ای با قرف هی که حالا آلوده با هرپس سیمپلکس است تماس پیدا میکنه از طریق هم میتونه که انتقال پیدا بکنه دیگه هرپس لبیالس است هرپس لبیالس است که هرپس است که در قسمت لبها معمولا به وجود میره. که ما شما به نام تبخال هم یاد کنیم، به انگلیسی به نام فیور بلستر هم یادش میکنم گل سور -sure یا قرحات سرد هم یادش میکنم و که هرپس است، این معمول ترین شکل به هرپس سیمپلکس ویرس است که از اثر فعال شدن دوباره فعال شدن باوجود وجود یا میشه همین جمله را درستر بگویم معمول ترین شکل مرض است که از دوباره فعال شدن هرپس سیمپلکس ویرس به وجود میه. و واضح است که قرحات یا ام آبلگک هایی که به وجود بسیار مملو از ویروس میباشه و شدیدا انتانی میباشه که یعنی در صورت تماسش میتونه که مثلا به شخص دیگه ایره انتقال بده و واضح است که آبلگک ها است است به زخم تبدیل میشه و بالاخره ارچق میکنه به شکل ارچق تبدیل میشه خب دوام این مرض هم زیاد نیست تقریبا هفت روز ایلا در روز باقی میموند دوباره خود به خود بهبود پیدا میکنه و اما ناحیه که در او قرحات وجود داره یک نوع پرستیزیا یا بهیسی در او ساحه به وجود میره مثل از که ما شما در قسمت پای باز و خو میبره یک نوع بهیس واره میشه میتونه که در قسمت همون ناحیه پرستیزی پرستیزیا یک نوع بهیسی را به وجود بره دیگه جنیتال هرپس هست یا هرپس ناحیه تناسلی است که معمولا پیشتر هم گفتیم توسط هرپس سیمپلکس وایرس دو به وجود می تقریبا ده فیصد جنیتال هرپس توسط هرپس سیمپلکس وایرس یک به وجود می آید یعنی هرپس سیمپلکس وایرس یک میتونه باعث جنیتال هرپس هم شود خب معمولا قرحاتی که به وجود میره به صورت اولی کدام قرهاتی که به وجود میاد نسبت به فعال شدن دوباره شدیدتر می باشه و دلیلشان پیشتر گفتیم چون در مرحله اول انتیبادی وجود نمی داشته باشه اما در دوباره فعال شدن چون انتیبادی ها به وجود می وجود می از شدت مرست و یک اندازه کاهش بده و واضح است که در نزد مریض زیجه تب می وجود داشته باشه در دای عزلی می وجود داشته باشه التحاب گرانولر می در ناحیه امو قسمت های تناسلی را به وجود بره درد می داشته باشه تخریش می داشته باشه حسرت در قسمت یورنیشن می داشته باشه و بعض افرازات محبلی و افرازات احلیلی می وجود داشته باشه و زخامه و قدات لنفاوی رو هم در اوسا هم ممکن است که وجود داشته باشه دیگه نونیتال تل هرپس است یا هرپس به صلاح ولادی است که اکثرا ممکن است جنین از طریق پلاسنتا کسب بکنه یا در زمان ولادت کسب شوه و یا هم بعد از ولادت ممکن است که از مادر خودی را کسب بکنه ولی در هر صورتش به صلاح منبی منبع اصلی ای انتان مادرش تشکیل میده و تقریبا در هر پنج هزار طفل که تولد میشه یک طفل به نونیتال هرپس مصاب میشه خب اکثرا وقتی طفل مصاب به هرپس ویروس میشه چون وجود طفل از نظر مافیتی خیلی انکشاف نکرده اینا یعنی ممکن است که نتانن که به صورت درست امو ویروس محدود بسازه و از تکسر از اونا جلوگیریش بکنه و ممکن است که باعث یک مرض وخیم در نزد نوزاد شوه یعنی اکثرا اطفال نوزاد وقتی مصاب هرپس سیمپلکس ویروس ها میشه در نزد از اینا مرض ممکن است که به شکل سمتوماتیک اکثرا بروز بکنه اگرچه در بعض کتاب میگه که اکثرا اطفال به شکل اسمتوماتیک نونیتال هرپس سپری میکنه ولی نه اکثر موارد چون سیستم مافیت از اینا ضعیف است اینا به شکل سمتوماتیک در نزدشان مرض سایر میکنه خب نونیتال هرپس بیشتر هم گفتیم تقریبا تمام موارد از اینا چی هستن؟ سمتوماتیک هستن وقت نیونیتال هرپس واقع میشه ممکن سه کاتگوری از امراض به اصلا بوجود بیه. یکی که ممکن قرحات جلدی یا موزی در نزد به اصلا وجود داشته باشه که در قسمت جلد، در قسمت چشم و در قسمت دهنش وجود داشته باشه یا ممکن انسفالایت وجود داشته باشه بدون از اینکه قرحات موزی وجود داشته باشه یعنی التحاب دماغ به وجود آورده اما در ظاهر از نظر قرهات جلدی مثلا در قسمت جلد و قسمت اطراف دهن هیچ گونه وجود نداره و گروه سیومی ممکن یک شکل منتشر یا دیسمینیتد دیزیز یک شکل منتشر مرض به وجود آمده باشه که همزمان چندین عضو یا چندین ارگان مساب ساخته باشه به صورت ببخشید به شمول سیستم عصبی مرکزی بنان به سه کتگوری تقسیم شده نیونیتال هرپس ممکن به سه شکل ظاهر شد شکل اولیش ممکن گفتیم قرحات موزی وجود داشته باشه که قرحات در قسمت جل در قسمت چشم در قسمت دهان مشاهده شد دوم انسفالایت داشته باشه ممکن همزمان با این قرحات جلدی وجود داشته باشه ممکن نداشته باشه یعنی التهاب دماغ به وجود بیاره و سوم شکل منتشر که به صورت همزمان چندین عضو مساب ساخته باشه و این میتونه خطرناک باشه اکثرا پیامد یا انزاری که از دیسمینیتد انفکشن یا یک انتان منتشر یا مرض منتشر انزارش تقریبا حدود 80 فیصد میزان و مرگ و میر داره و ایجا البته ناگفته نمانه که در شکل دیسمینیتد دیزیز میتونه انسفالیتس هم باوجود 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 با وجود به نومونیا با وجود به علاقه داخل رک یا انتراوسکولر کوگولیشن رخ به توهی میتونه که تقریبا فیصدی مرگ دیجه بسیار بالا باشه و تقریبا 80 فیصد و اگر شخص مثل که پیشتر در کیس انسفالایتس گفتیم حتی اگر شخص زنده هم باقی میمونه ممکن مشکلات عصبی پیشش به صورت ابدی باقی بمونه اگر زنده میمونه باز هم مشکلات عصبی پیشش وجود می داشتن. خب میایم در مورد مافیات گپ میزنیم اکثرا تفلای نوزاد تا شش ماهگی را میتونه که انتیبادی که از مادر کسب کرده در نزدشان باقی بمونه و این میتونه تا شش ماه را یک محافظ خوب برای از اینا در مقابل هرپس سیمپلکس ویرس ها باشه و اکثرا اطفال در سن 6 ماه الا 2 ساله بیشتر حساس می باشه و اکثر اطفال هم در امی وقت به اصطلاح میکنن چی میکنه کس میکنه و میشه بگیم در تقریبا در سن 6 ماه الا 2 سال یا در یک سالگی اکثرا هنتانات در دوره طفولیت هرپس سیمپلکس ویرس یک کس میکنه بازم برتان میگم هرپس سیمپلکس ویرس یک اکثرا در دوران طفولیت کسب میشه و هرپس سیمپلکس ویرس دو اکثرا در زمان به سال جوانی کسب میشه و واضح است که طریق انتقال هرپس سیمپلکس ویرس دو هم اکثرا از طریق مقاربت جنسی است بنان در زمانی که به شخص از نظر مقاربتی فعال میباشه در اون زمان بیشتر اینا چی هستن کسب میشه خب وقتی یک شخص به هرپس سیمپلکس ویروس مصاب میشه چی هرپس سیمپلکس ویروسی یک باشه چی دو باشه اولین آنتی که در مقابل از تولید میشه ایمونوگلوبولین ام اس بعد ایمونوگلوبولین جی و ایمونوگلوبولین ا ای در مقابل از اینا چی میشن تولید میشن اکثرا انتان اولی هرپس سیمپلکس ویروس ها نسبت به فعال شدن دوباره شان وخیمتر می باشه و دلیلشان پیشتر گفتیم چون وقتی یک شخص م... برای بار اول توسط ویروس آلوده میشه واضحیست در وجود از این انتیبادی وجود نمیداشته باشه و مرز سیر وخیم تر میکنه. ولی وقتی دوباره فعال میشه واضحیست که از قبل انتیبادی وجود داره میتونه در محدود ساختن ویروس و در کنترل ویروس نقش آمده داشته باشه و ممکن است که به ویروس خیلی سیر وخیم نکنه. واضح است که معافیت حجروی و بعض های غیر مشخص دفاعی که در وجود میزبان می این می که در کنترل انتان،, انتان ویروسی هم در انتان اولی و هم در انتان سانوی نقش آمده خود داشته باشه خب اگر تشخیص هرپس سیمپلکس ویروس ها رو گب بزنیم اول احراز علایم خیلی مهم است واضح است که برای احراز علایم گفته میتونیم که تبخاله هست یا نیست این نقش خود داره دوم اگر بخوایم که به شکل لابراتواری رو تشخیص بکنیم با استفاده از الکترومایکروسکوپ میتونیم که خود ویروس هم تشخیص بکنیم یعنی همو ویزیکل ها یا آبلگک هایی رو که تولید میکنه اگر ما مای از رو بگیریم و توسط الکترومایکروسکوپ میکروسکوپ اینا رو مورد مطالعه قرار بدیم میتونیم که خود ویروس ها به سلام مورد مشاهده قرار بدیم و تشخیص بکنیم کلچر هم کرده میتونیم اگر بخوایم در تیسیو کلچر یا در کشت نسجی واضح است که ویروس از در حجرات زنده میتونه رشد بکنن اگر کلچرش بکنیم در دو الا سه روز اینا رشد میکنه و همو سایتوپاتیک افکت ها داری ایجاد میشه و اگر در شلویل کلچر بکنیم باز اون میتونیم در یک روز هم سایتوپاتیک افکت ها رو ببینیم و از بعد از کلچر کردن باید سایتوپاتیک افکت دیده شود چرا اما تغییرات به اصطلاح که به وجود میاد ما شما گفتیم هرپس ویروس ها در کل ویروس های دینی و در هسته اینا تکثیر میشه به نام هرپس سیمپلکس ویروس ها اینا باعث اینکلوژن ها در قسمت همو هسته هجری میزبان شده هم میتونه که میتونیم اینا رو ما شما ببینیم غیر از اون میتونیم فلورسنت آنتی بادی کنیم انساجا و از طریق تشخیصش بکنیم نیوترالایزیشن تشخیصش بکنیم یا همون گلیکوپروتئین ها رو با کمک الایزا میتونیم هم تشخیص بدیم دیگه با کمک پی سی آر میتونیم تشخیص بکنیم ویروس نمونه از مریض میگیریم و پی سی آر میکنیم بسیار به صورت سری و راحت میتونیم که اینا را تشخیص بکنیم تغییرات سایتولوژی که میتونیم مورد مطالعه قرار بتیم به این که ما شما میشه که امو نمونه که از قرحات گرفتیم او را سلایدش بسازیم و تلوین گیمزا بکنیم و ببینیم امو تغییرات حجروی که اینا به وجود آورده اونا را مورد مطالعه قرار بتیم دیگه تستای سیرولوژیک یا تستای غیر مستقیم که در با اسلام و شما هم انتیبادی زده هرپس سمپلکس در نزد مریض چی میکنیم حورد مطالعه قرار میدیم از طریق هم میتونیم تشخیص بکنیم ولی خب تست انتیبادی یک گپ است که اکثر هم گفتیم اشخاص مثلا به هرپس سمپلکس ویرس میشه که ممکن انتان فیلی مربوط به این ویروس نباشه ولی انتیبادی در نزدش مثبت میه خاطر از که شخص وقتی یک ویروس آلوده میشه در مقابل از اون انتیبادی میسازه. بنای انتیبادی مثبت بودن ممکن نتانه انتان فعلی را با مافیتی که از قبل تولید شده تفکیک بکنه یا تفریق بکنه خب بر تداویشان هیچ کدام دوای ضد ویروسی وجود نداره که به صورت کلی ویروس از وجود برطرف بکنه یعنی فقط اکثرا دواهایی که وجود داره دواهای ضد ویروسی اینا یعنی ویروس هستن تکثیر ویروس توقف میدن اما ویروس میتونه که به حالت مخفی باقی بمونه و با باز از تداوی بعد از اینکه اعراض علائم گم میشه باز برای یک مدت زمان بعد دوباره چی شوه فعال شوند و دوباره هم قرحات بوجود به وجود خب به هر ترتیب دواهایی که بر تداوی از این استفاده میشه از سایکلوویر است و ولا سایکلوویر و فهم سایکلو و هست. اینا دواهایی است که به خاطر تداوی استفاده میشه و همشان ویروس هستن. مرض فیلی رو تداوی میکنه ولی ویروس کلا برطرف کرده نمیتونه یه عراض علایم به در کاهشش نقش داره ولی ویروس از وجود برطرف کرده نمیتونه خب سپورتیف تراپی هم میشه تداوی حمایوی یا کمکی مثلا پرستمول و بروفین هایب بروفین ایره میشه بر مریض توصیه شود میتونه که از مو کاهش در کاهش تب و درد کمک بکنه دیگه بنزوکائین و لیدوکائین و پرولوکائین اینا دواهای که میتونه امو سوزش و تخریش و درد امو هر چی بکنه تنقیص بده خب به خاطر بقایا چی کار بکنیم هنوز هم کدام واکسین موثر انسانی وجود نداره واکسین هاشان تحت تجربه است ولی خب میتونیم که با در نظر گرفتن بعض روش ها از انتشار از این جلوگیری بکنیم به طور مثال استفاده از کاندوم پیش کسایی که مقاربت جنسی می داشته باشند یا مادرای حامله که حمل دارن و در زمان و ولادت بهشون دیده میشه که قرحات فعال وجود داره میتونه از طریق سیزارین به اصطلاح طفلش دلیوری شوه این میتونه که از این طریق مسئون طفل مسئون باقی بمانه خب به هر ترتیب این بود درس ما شما در مورد هرپس سیمپلکس ویروس ها در اول ما شما در کل ویروس های پتوجن انسانی را در مورد تصنیفش گپ زدیم بعد هرپس ویریدی در موردش گپ زدیم تصنیف هرپس ویریدی را گپ زدیم و بعد از او از میان هرپس ویروس ها ما شما هرپس سیمپلکس ویروس که شامل هرپس سیمپلکس ویروس یک و دو بود توضیح داده تا درس بعد به خداوند یکتا می سپرمتان خدا حافظ همه